سلام و درود دوستان عزیز، من جیلبرت هستم و با دوستان خوب داریوش، اوژنی، عرفان در خدمت شما هستیم. خوش اومدید. مرسی عزیزان. سلام به شما. سلام به شما. همچنین بیننده عزیز، کریسمس مبارک بر شما. مبارک باشه. مسیح مبارک. واقعا روزای شیرین و خوبیه. خیلی این برنامه اسمش شوق کریسمس، ولی واقعا شوق داره. کریسمس شوق داره. وقتی با دوستانی مثل شما هستیم شوقش بیشتره. فرمودی روزهای باقلواییه؟ انقدر این چند روز خوردم فکر کنم همینه. ما ترکی هستیم. دهنم زخم شد بس که باقلوا. گفت نه گفت روزهای شیرینه، گفتم روزهای باقلواییه. باقلواییه. خواستم اون مزه شیرینی بیاد. وقتی دمولی چیز صحبت میکنید اون سریع تو ذهنمون یه تصویر میمنده. با نوای اصل مثلا خیلی مثلا سیرتورشی. آره اون شیرینیه میاد تو ذهنمون. تو در مورد کریسمس صحبت میکنیم، می‌خوای چیزی بگی؟ نه کریسمس سلام از صحبت میکنیم یه چیزی بیاد تو ذهنمون. بله ببین چی میگم، مثلا چی میاد تو ذهنمون در مورد کریسمس که صحبت کنیم؟ تولد مسیح، داریوش. آره ابی شما چی؟ سی دی. جدی بگم یا آره؟ نه جدی. آره آزادی مسیح خیلی چیزا آره کمک داره میکنه. آره خیلی آره. داریوش میخواد راجع به آزادی در مسیح صحبت کنه. آزادی داره اینو به ما میگه. نگو چی میخواد. آره بابا گوشی دستمونه برادر، واسه شما بگم. یه نفر میگفت مگه اسیر هستیم که آزاد بشیم؟ جوابش چی میدید شما؟ بله اسیر بودیم، آزاد باید بشیم. اسیر چی؟ اسیر کی؟ ببین خیلی چیزه دیگه، خیلی درماش میشه صحبت کرد، ولی من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که عیسی آمد تا ما رو از بند اسارت های گناه آزاد کنه. بله فارسی سلیس و روان. بله میگوسته که یه مثالی هست خیلی قشنگه، فکر کنم برادر ادوارد همیشه این رو میگفتن اگه اشتباه نکنم، در مورد کبوتر و عقرب. که مثلا مگه میشه ما مثلا ما عقرب باشیم خدا ما رو تبدیل بکنه به کبوتر؟ هم چیزی نیست. اون تبدیلی که در مورد مسیح صحبت میکنیم این نیست که ما عقرب باشیم به کبوتر تبدیل بشیم، ولی میگه یه کاری میکنه که اون نیش عقرب ازش در میاره. ما دیگه اون آرخه که ما دیگه اون زهر و اون کشندگی و اون سمی بودن نه نسبت به خودمون نسبت به دیگران داریم. نمیاد که اون چیزی که ما هستیم کلن برش داره و یه جمله هست میگه خدا همونطور که ما هستیم دوستمون داره، ولی یه چیزی درون ما هست که دوست نداره، اونو میخواد برداره. مثل اینکه مثلا یکی از آشناهای نزدیک من مثلا که خیلی دوستش دارم سرطان بگیره، این نیست که من دیگه بدم میاد ازش چون که سرطان داره. خیلی دوستش دارم ولی از اون سرطان از اون قده بدم میاد. و اگه قدرت داشته باشم رو بکشم بیرون که خیلی عالی میشه. خداوند قدرتش رو داره که ریشه گناه رو بکشه بیرون. ولی یه سوالی هست. ادامه دارید. نه. من فکر کنم نقطه گذاشتم. واسه هر کسی بگی آزادی یعنی چی؟ اصلا فارغ از این که ما در مسیح آزادیم، بگی آزادی یعنی چی از دیدگاه خودش و آن چیزهایی که شاید ببخشید مثلا شاید یکی بگه من دلم میخواد هر کاری دوست دارم بکنم. حالا با توجه به محدودیت‌های توی ایران آزادی شاید از نظر بعضیا یه جور دیگه تعریف بشه. مثلا خانوما میخوان یه جور دیگه آزاد باشن، آقایون یه جور. پس این آزادی در مسیح من احساس میکنم یک واژه خیلی بزرگیه، یک معطوف به یک چیز نمیشه، درسته؟ دقیقاً که خیلی نکته عمیق و عالی است. ولی امروز چون که سرود زیاد داریم برای خوندن، تصمیم گرفتیم یه بیشتر بخونیم. میخواید باید سرود بریم بعد بریم توی اون آزادی که خیلی نکته عمیقیه، چون خیلی وقتا مردم فکر میکنن آزادی یعنی هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. بله. اتفاقا آزادی یعنی آزاد بشی از هر کاری که دلت میخواد انجام بدی. ولی به اون میرسیم. تولدش اومد بازم دوباره از آسمون میاد خودشم دوباره، تولدش میاد به قلب و جانم، تولدش میاد با هر سرود، تولدش مبارک است به دلها، به دلهایی که خسته ام ز دنیا. بیاید دستای هم دیگه رو بگیرید برای عیسی مسیح جشن بگیرید، بیاید دستای هم دیگه رو بگیرید
عیسی مسیح جشن بگیریم. تولدش اومد بازم دوباره، از آسمون میاد خودشم دوباره. تولدش اومد بازم دوباره، از آسمون میاد خودشم دوباره. وقتی خدای ما او را به ما داد، به خون پاک رو ما را نجات داد. حیات و زندگی جاودانی به ایمان داران عیسی مسیح نام. بیای دستای هم دیگر رو بگیریم، برای عیسی مسیح جشن بگیریم. بیای دستای هم دیگر رو بگیریم، برای عیسی مسیح جشن بگیریم. خیلی عالی. تصفید. نمیتونستم دستاتون رو بگیرم. دستم بسته بود. ببخشید. واقعا. آزادی از تنهایی، آزادی از سرش. از قبل از بدونش مقدم بوده. چی شد؟ خیلی خب دعا کنیم. یا عوض میشه. برنامه های زیاد ترکه خواهی کردم. هنوز نوانس اون سنجه بود. خوب بوده. عوامل پشت صحنه هم میخواندن. خیلی خوبه. آزادی از بفرمایید. الان دیگه رفتم اوشت. آزادی از تنهایی. آزادی از یه سوال بخورید. من میخواستم بگم که دستای همدیگر رو بگیریم، این اتحاد زیبای خانواده الهی که در مسیح هست از خیلی از تنهایی ها نجات میده. واقعا جدی میگم. آدم ها به مرزی کشور میام که 17 میلیون تقریبا جمعیت داره، 1 میلیون نفر از بیماری تنهایی رنج میبرن. بیماری تنهایی، نه تنها بودن. آدم ها بعضی اوقات خلوت میکنن تنها میشه، نه بیماری تنهایی رنج میبرن. اینو آمار پزشکی اونجا میگه، آمار روان پزشکی اونجا میگه. چقدر عجیبه تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم که افسردگی بیداد میکنه و تنهایی بیداد میکنه، خدای اومده به این جهان که هم ما رو تشویق میکنه با رابطه با خودش و هم رابطه با ما. این به نظر من یه اسارته که هستش از شیطان در این جهان که سقوط کرده و آدم ها رو میخواد تنها کنه، میخواد بشکنه، میخواد ببره تو افسردگی و غم. این هم یه قسمت از آزادی که شما میگی خیلی گسترده است. شما عرفا جان خودت میخوای بیشتر در موردون توضیح بدی، چون خیلی موضوع چیزی این تو فکر داری. آیه میخوام از کلام خدا اگه اجازه بدین بگم. اگه اجازه ندیم چی نمیخونید؟ نمیخونم. کتاب غلاطیان رو همه میدونی اصلا خیلی موضوع، اصلا عنوان باب پنجش یه قسمتش از آزادی در مسیح. نویسنده ببین چقدر قشنگ میگه. میگه ای برادران، حالا ای خواهران، برادران همه، شما به آزادی فراخوانده شده اید، اما آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود و آن این که همسایت را همچون خیشتن محبت کن. این آزادی اینجا سه مورده، واقعا سه تا مورد داره میگه. میگه شما به آزادی فراخوانده شدید، همه دعوتین، همه باید آزاد باشن. اما آیا این آزادی رو واقعا استفاده میکنیم برای اینکه ارضای نفس بکنیم یا خیلی چیزهایی که توی این مجموعه قرار میگیره، شاخه‌ای میشه، خیلی کارا میتونه باشه. آیا واقعا این آزادی؟ اما خیلی سریع بلکه میگه بلکه با محبت یکدیگر رو خدمت کنیم. یعنی این خدمت کردن من فکر میکنم یه آزادی میخواد در افکار. ما اگه آزاد نباشه افکارمون، محبت رو درک نکرده باشیم، اگر نیکویی خدا و اون اینکه ما بخشیده شدیم و چقدر خداوند ما رو اینقدر در به داغون بودیم دوست داشت که امروز روزهای کریسمس فرزند خودش رو برای ما داد، می‌بینیم چقدر مهمه، چقدر راحت‌تر می‌تونیم یکدیگر رو خدمت کنیم، محبت کنیم. و مورد بعدی این که همسایت رو همچون خیشتن محبت کن. موعظه شد برای خودش. همین دیگه، خیلی عمیق بود. مرسی. عالی بود. من می‌خوام یه چیزی اضافه بکنم به اون، ولی یه سوال دیگه بریم که یک خواهری بود شعری فرستاده بود که خیلی قشنگ بود. یکی از جالبترین تجربه‌ای که من در آهنگسازی داشتم این بود، وقتی شعر رو دریافت کردم که میگفت قاصدک ها رقص کنان. همونجا که خوندم ملودی اومد، همونجا که میخوندم ملودی میومد، قاصدک ها رقص کنان موجه. بعد برگشت در مسیح آزادی تمام شد، همون که خوندم شعر تمام شد، سرود تمام شد. پس بیاید اون رو با هم دیگه بخونیم.
جاودانی به صلیب عیسی از گناه رهایی رحمت آزادی زندگی جاودانی به صلیب عیسی از گناه رهایی کنم پیام شادی دادم مریم ها اطرف شدن از بر این پیام روزها باز شدن از شادی این کلام در مسیح آزادیست زندگی جاودانی به صلیب عیسی از گناه رهایی در مسیح آزادیست زندگی جاودانی به صلیب عیسی از گناه رهایی فصل تو ارفان جان ترکوندی خیلی خوب گفتیم دیگه آزادیم دیگه هر آنچه که باید بریم و بیایم خدا رو شکر واقعا وقتی حقیقت رو میشناسیم که خود عیسی مسیح ما رو آزاد میکنه از هر بند و اسارت. من یه تجربه خیلی کوچیک بگم. وقتی که توی 30 سالگی تجربه خیلی عجیب و ملاقات عجیبی با خدا داشتم، اون زمان نمیدونستم که از چی دارم آزاد میشم و خدا خیلی تغییر و تحول توی زندگیم آورد و یه شناخت تازه نسبت به خود. من توی یه خانواده مسیحی به دنیا اومدم، پدر و مادرم همیشه توی خدمت بودن و تو کلیسا بزرگ شدم، ولی شاید بگم توبه حقیقی من شاید خنده‌دار باشه توی 30 سالگی بود. یه زندگی جدید فکر می‌کنم که از اونجا شروع شد. و من نمیگم اصلا محدود کنیم که حالا حتما من باید یادم بیاد 14 سالم بود مثلا این اتفاق افتاد. واقعا چیزی که یادم میاد توی 30 سالگی این اتفاق افتاد و چقدر زندگی من تغییر پیدا کرد وقتی که من باید اراده خدا رو انتخاب می‌کردم و اون اراده خودم رو خواست خودم رو میذاشتم پایین و فروتن میکردم و میگفتم اراده تو خداوندا. اون زمان نمیدونستم دارم چی کار میکنم، ولی چند وقت پیش وقتی داشتم دعا میکردم انگار این جمله چیزی بود که خدا منو به یادم آورد که گفت تو اراده منو انجام دادی و توی زندگیت آزادی اومد. یه فکر میکنم خیلی جالب بود که از اون موقع زبان من قلب من یک اقرار جدید آغاز شد، اعلام جدید کرد که خداوندا وقتی که اراده تو رو میخوام انجام بدم آزادم، آزاد میشم از هر بند، از هر اسارت. و فکر میکنم که خیلی چیز مهمیه این آزادی، این اطاعت. فکر میکنم که خیلی برای من که خیلی باعث تغییر و تحول بود این نوع آزادی. عالی. و ما خیلی وقتا از خودمون آزاد میشیم، ما خودمون اسیر خودمون هستیم. بعضی وقتا اونم یه آزادیه، اسیر گناه شاید باشیم، اسیر افکار. ولی کلا من اگه بخوام در سه کاتگوری بذارم، آزادی سه تا بگیم کاتگوری داره. یکیش آزادی از لعنت گناهه که اون زمانی که با ما عیسی مسیح ما میاریم از لعنت گناه آزاد میشیم. دیگه اسم ما نوشته میشه در دفتر حیات، ما دیگه در راه جهنم نیستیم بلکه میریم جایی که با خدا باشیم تا ابد.
پس از لعنت گناه که بر ما بود آزاد شدیم. از اون لحظه که دعا کردیم آزاد شدیم تا وقتی که در جسم میمیریم از قدرت گناه آزاد میشیم کم کم. این نیست که هر کس که مثلا ایمان آورده دیگه کاملا آزاد، هیچ چیز نیست. نه، هنوز خیلی از اسارت هست که در ما هست و کم کم آزاد میشیم. از قدرت گناه آزاد میشیم. بعد وقتی که در جسم مردیم میریم آسمان و اونجا با خدا هستیم، از حضور گناه آزاد میشیم. دیگه ریشه گناه کنده شده. پس عیسی مسیح دلیلی که اومد در این روزای کریسمس، اینو ما داریم جشن میگیریم، اومد که ما رو آزاد بکنه از لعنت گناه، از قدرت گناه، تا ما رو ببره جایی که از حضور گناه آزاد باشیم. شکر. این همه شروع میشه با این جایی که ما میریم به حضور خدا، میگیم خداوند من خداو میسپارم به تو، که این سرود بعدی ما در این همین مورد هست. و شما هم اگه هنوز قلبتون رو به عیسی مسیح نسپردید، چقدر زیباست که در این روزهای کریسمس، در این فصل زیبا، بگید خداوند میدونم الان فهمیدم برای چی اومدی، برای اینکه با من باشی، برای اینکه منو نجات بدی، از لعنت گناه نجات بدی، از قدرت گناه نجات بدی، آزاد بکنیم تا اینکه یک روز با تو باشم، از حضور گناه آزاد باشم. میتونید در حین همین سرود قلبتون رو به خداوند بسپارید. بسا زندگیم را، پرثمر بسا زندگیم را، تبدیل کن زندگی مرا. چقدر خوبه، واقعا چقدر خوبه. و دعا میکنیم که برای شما دوستان عزیز این اتفاق بیفته. و تنها کاری که شما باید بکنید اینه که یک قدم ایمان بردارید. خداوند من ایمان دارم و این قدم رو برمیدارم، بقیهش رو خداوند انجام میده و تولدی نو به شما میده، حیاتی نو به شما میبخشه، شادی، آرامش، محبت، سلامتی، مهربانی، نیکویی، ایمان وارد زندگی شما میشه. زندگی پر از شادی و آرامش میتونه باشه. این وعده خداوند است. عیسی مسیح برای همین اومد. ما با همین برنامه رو تمام میکنیم و شما رو به خداوند میسپاریم تا برنامه بعد. خداحافظ. خداحافظ.